بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین کتاب شریف کافی قسمت سی سد و چهلون که در مورد آیاتی بود که نکاتی مخفی در مورد ولایت اهل بیت علیه السلام داشت و اینها رو کسانی متوجه میشن که قرآن را و اهل بیت را از همدیگه جدا نکردند و اهل بیت علیه السلام برای ما توضیح میدن و الا اونها که قرآن را از اهل بیت علیه السلام جدا کردن اصلا پی به این نکات و این هدایت ها نمیبرند و دین و آینی که برای خودشون درست میکنند مانند همون دین و آین کفار و افراد خارج از اسلام اصل اسلام ولایت و کسی که این ولایت و وسایت معصومین علیه السلام رو نشناسه دینش مقبول نیست درست نیست و عوضی می رود حدیث نوود و دوم که آخرین روایت این بابه عن ابی بسیر عن ابی عبدالله علیه السلام ابو بسیر از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل در مورد این آیه از فرمایشات خداوند تبارک و تعالی و من اعرض عن ذکری فان له تن لنکا هر کس که از ذکر من روی برگرداند زندگی سخت و اوضاع تنگ و تاریکی خواهد داشت خب بعد این آیه رو بدن دست کسی که از اهل بید علیه مسلم جدا شده برای خودش معنا میکنه خب ذکر خدا بکنیم همش بگیم سبحان الله همش بگیم لا اله الا الله همش نماز بخونیم بعدش هم بریم به جنگ امام حسین علیه السلام و امام حسین رو بکشیم برویم به جنگ امیر المؤمنین و حضرت امیر رو خانه نشین کنیم و خونش رو به آتش بکشیم و حمله کنیم و حجوم ببریم و اینها اما امام علیه السلام قال یعنی به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اینکه که ذکر الله هست که هر کس از اون ذکر روی برگرداند تمام اعمال دیگش باطله و زندگی سختی خواهد داشت و روز قیامت هم کور محشور خواهد شد و بر راه راست و هدایت نیست در دنیا و برزخ و قیامت بر گمراهی راه رو طی میکنه و راه بهش رو پیدا نمیکنه فرمودند یعنی به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام اگر کسی ایمان نیاره و اعراض از ذکر الله کنه یعنی اعراض از ولایت امیر المؤمنین علیه السلام کنه قلتو و نحشره یوم القیامت اعما این آیه چی میفرماید که و او را محشور میکنیم در روز قیامت کور نابینا قال یعنی اعمل بسر فی الاخره اعمل قلب فی الدنیا اولایت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اینجوری نیست که روز قیامت چشمش کور باشه یا در دنیا کسی اگه چشمش کوره این مثلا از نعمت هدایت خدا محروم باشد نه این منظور این است کسی که در دنیا قلبش از ولایت امیر المؤمنین علیه السلام کور بود و با دل و جان و قلبش و فکر و اندیشه اش نپذیرفت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را در روز قیامت کور محشور می شود و وارد دوزخ می شه قال و هو متحیر فی القیامه یقول لمحشرتنی اعما و کنت کنتو بسیرا بعد حضرت ادامه دادند که این روز قیامت متحیر و سرگردان چشمش کور جایی رو نمیبینه و به خدا اعتراض میکنه میگه خدایا چرا مرا کور محشور کردی در حالی که من در دنیا بسیر بودم بینا بودم هم چشم بینایی داشتم و هم قلبم روشن بود به قرآن و به نماز و به روزه و به حج و به ذکر سبحان الله و لا اله الا الله من با همین ذکرها میرفتم به جنگ اهل بیت علیه السلام این ذکرها رو میگن دیگه یا خیل الله کبی اومدن به جنگ امام حسین علیه السلام میگن ای لشکر خدا سوار شوید و حمله کنید به حجت خدا امام حسین علیه السلام قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها خدا در جوابشون میفرماید همان طور که در دنیا آیات ما بر تو خوانده شد و آیات ما بر تو نازل شد و پیامبر برای تو اینها رو فرمود و تو اینها رو نادیده گرفتی نشنیده گرفتی از یاد بردی آیات الهی را از یاد بردی یعنی مراعات نکردی مثل اینکه یک پدری مثلا پیر است و نیازمند کمک فرزندشه فرزندشم بره اصلا به این پدر اعتنا نکنه میگه تو دیگه یاد ما نمی کنی یاد ما نمی کنی. نه که تو ذهن و فکرت ما فراموش شدیم اگه تو ذهنش فراموش شده باشه که خب فراموش شده دیگه کسی که فراموش شده, که, فراموش شده که تکلیف نداره <applause> بلکه معناش اینه که تو ما رو مراعات نمی انگار که پدری نداری و نمی به احوال پدر و مادرت برسی قال ال آیات ال اعمت و علیه مسلم فرمودن این که خدا می فرماید چنان که آیات ما برای تو آمد و همه را نادیده گرفتی اون آیات منظور اعمه علیه السلامند. امامان معصوم را خدا برای تو قرار داد اما همه را نادیده گرفتی و رفتی دنبال جبت و تاغوت و فرعون و هامان و خلفای قاسب و مدعیان مقام امامت فنسیتها و کذال کل یوم تو اینها رو از یاد بردی همه رو نادیده گرفتی امروز هم ما تو را فراموش میکنیم یعنی ما تو را رها میکنیم و نادیده میگیریم و الا فراموشی در کار خدا و اهل بیت علیهم السلام معنا نداره اینها چیزی رو فراموش نمیکنن تو به اهل بیت بی اعتناب بودی ما امروز به تو بی اعتنا میشیم و سوابی به تو نمی دهیم یعنی ترکتها و کذال کل یوم تترک و فنار کما ترکت الائمت علیه السلام فرمودن معناش اینه که تو امامان علیه السلام رو ترک کردی نگه فراموش کردی ترک کردی رها کردی حقشون رو رعایت نکردی لذا همین گونه امروز هم تو در آتش دوزخ رها میشوی و در اونجا ترک میشوی همان گونه که ترک کردی امامان صلوات الله علیهم اجمعین را فلم تطع امرهم و لم تسمع قولهم در دنیا امر اهل بیت را اطاعت نکردی سخن ایشان را گوش ندادی تو و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه و لعذاب الاخرت اشد و ابقا گفتم این آیه را بفرمایید که و این گونه جزا می دهیم کسی را که از حد گذشت و اسراف کرد و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد و همانا عذاب آخرت شدیدتر و سختتر و پاینده تره. قال یعنی من اشرک به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن اون مصرف اون کسی که از حد امر را گذرانده یعنی در امر ولایت امیر المؤمنین مشرک شده و کس دیگر را به جای علی پذیرفته است من اشرک به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام غیره او وقتی بهش میگن جانشینان پیامبر کیان میگه اولی دومی سومی سو چهارمی مثلا علی مشرک در ولایت میشود در کنار آن امامی که از جانب خدا تعیین شده امام دیگه قرار میده برای خودش و لم یؤمن به آیات ربهی و ترک الائمه معاندتن ایمان به آیات پروردگارش که امامان معصوم هستند نیاورد و ائمه را و ائمه را ترک کرد از روی عناد دشمنی نه از روی جهل مثل کسانی که مثلا در گوچه و کنار عالم زندگی می کنند ولی این اصحاب سقیفه و خلفای قاصب کاری کردند که آنها دعوت اهل بیت بهشون نرسه و پیغمبر و اهل بیت رو نشناسن اونا گناه شد به گردن همین خلفای قاسب و اتباعشونه که اینا رو کمک کردند و کمک میکنن و ترک کرد ائمه علیهم السلام رو از روی عناد شناخت فلم یت آثارهم و آثار اهل بیت را تبعیت نکرد و لم یتولهم و ائمه علیهم السلام را ولی خودش و امام خودش قرار نداد قلت الله لطیف به عباده یرزق من این آیه چی میفرماید خدا لطیف است و لطف و رحمت دارد نسبت بندگانش و روزی می کند هر کسی را که بخواهد قال ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لطف و رحمت خدا که روزی می شود به هر کس که می خواهد یعنی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام برای آنها که قلب پاکی دارند تسلیم در مقابل خدا هستند و امر پیامبر و خدا را که میشنوند مخالفت نمی قلت من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثهی و من کان یرید حرث الدنیا نعتهی منها و ما له فی الاخره من نصیب گفتم این آیه چیه که خدا میفرماید من کان یرید و الاخره هر, هر کس که تمام همتش و ارادش همین کشت و همین فواید دنیوی باشه و قل تو من کان یرید ثل آخره گفتم این که کسی که ارادش آخرت باشه و در فکر فوائد و ثواب های آخرته این چه کسی است قال معرفت امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه علیه السلام فرمود حرس آخرت کشت آخرت منافع و فوائد آخرتی یعنی معرفت امیر المؤمنین علیه السلام و امامان معصوم است نزد له فی حرثه خدا میفهمد ما در فوائد او و در کشت او و در بهره او می افزاییم قال نزیده منها فرمودند یعنی ما از اون ولایت و از اون هدایت لحظه به لحظه و رو به رو برای او اضافه می و سبب های آخرتش هم رو به رو بیشتر می شود که به راه اهل بید علیه السلام قدم گذاشته قال یستوفی نصیبه من دولتهم نزد له فی حرسه یعنی میرسد به روزی که در دولت آل محمد علیهم السلام حتی مرده ها را خدا زنده میکنه و میان در حکومت اهل بیت علیهم السلام و در رجعتشون بهرهور میشوند و من کان یرید حرف دنیا و کسی که اراده و هدفش و تمام همتش کشته در دنیا زندگی در دنیا فواید در دنیا نوته منابش میدیم جلوش نمیگیریم زنجیرش نمیکنیم دنیا اختیار بهشون دادیم و ما لهو فل آخرت من نصیب اما در آخرت دیگه اینها نصیب و بهره این ندارند و بهرشون همون حکومت های ظالمانه و قاسبانه دنیاشون بوده قال لیس له فی دولت الحق مع القائم نصیبون اینها علاوه بر اینکه در آخرت نصیبی ندارند اما این آیه که میفرماید در آخرت نصیب ندارند یعنی در دولت حق که امام زمان علیه السلام برپا میکند الله بزودی این کفار که زنده می شوند در عذاب خواهند بود و ازشون انتقام گرفته می شود در دورت حضرت قائم نصیب و بهره پاداشی ندارند جز این که در ضلت و خاری و پستی و عذاب خواهند بود و از اینا انتقام گرفته می شود بابن فیه نتفن با فیه نتفن و جوامع من الروایت فی الولایه باب فیه نطف و جوامع من الروایت فی الولایه این باب باز در گزیده ها و نکته است از روایات جامع و خاصی که در امر ولایت وارد شده حدیث اول ام بکیر ابن اعین قال کان ابو جعفر علیه السلام یقول بکیر ابن اعین گفت که امام باقر علیه السلام می ان الله اخذ میثاق شیعتنا بالولایه و هم غرون فرمودن فرمودند فرمودن این شیعیان ما که مثلا در قدیر خم از دل و جان ولایت علی را پذیرفتند و این کسانی که در دوران ائمه علیه السلام تا امام عسکری و تا امام زمان زندگی میکنند و اینها با اهل بیت پیمان بر ولایت دارند مال این دنیا نیست فقط اینها در عوالم قبل و در عوالم سابق و در عالمی که اسمش عالم ذره چون در اونجا خدای تبارک و تعالی ما انسانها را به صورت موجودات کوچکی همه را حاضر کرد و اونجا خودش را و پیامبر و امیر المؤمنین را به ما معرفی کردند و اونجا شیعیان ما پیمانشان را خدا در مورد ولایت گرفته است یوم اخذ المیثاق علی الذر و له بالربوبیه و محمد صلی الله علیه و آله بالنبوه پیمان بر ولایت ما اهل بیت را خدا در همون روزی گرفت که روز پیمان گرفتن بر زر و موجودات کوچکی بود که اقرار کردند و خدا ازشون پیمان بر اقرار به ربوبیت خودش و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله گرفت همونجا امر ولایت هم با نبوت و ربوبیت خدا قریم بوده در تمام مواردی که دین خدا عرضه شده خدا الوهیت خودش ربوبیت خودش و نبوت پیغمبر و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را قرین هم قرار داده بعدی ها آمدن ظالمین و ستمگران گفتند فقط شهادت به توحید و رسالت و توحید را با رسالت گرفتند و ولایت رو جدا کردن کنار گذاشتن سه شهادت را تبدیل به دوتا کردن لذا در همون دو تا هم به گمراهی های افتادن که توحیدشون هم خراب شد و معرفت چون نسبت پیغمبر هم خراب شد که بماند اما خدا از اول این کار را کرده در عوالم قبل در عوالم سابق و عالم زر هر سه رو با هم خدا پیمان گرفته در اولین روزی که پیامبر مردم را دعوت کرد به اسلام حتی در قبل از این که دعوت عمومی کنه و انظر اشجیرت کل اقربین که نزدیکان و خیشان خودش رو انذار کرد همونجا فرمود خدا پیغمبر و علی به وسیله او باید ایمان بیارن و در مواطن مختلف و در آخرین لحظه در قدیر خم و بعد از آن جایی که مخاطتن از دنیا بروند فرمودند بیاره تبراتون بنویسن و اینها فهمیدند و نداشتن پیغمبر بنویسه و کافر شدند به پیغمبر نسبت هزیان دادند حدیث دوم عن عبد الله ابن محمد الجعفری عن أبي جعفر عليه السلام و عن عقبه عن أبي جعفر عليه السلام از این دو بزرگوار از امام باقر عليه السلام قال ان الله خلق الخالق فخلق ما احب من ما احب امام باقر عليه السلام فرمودند خدای تبارک و تعالی خلق را آفرید و موجود کرد و هر چرا از هر چه خواست خلق کرد اونها رو که میدونست اینها مؤمنن متقی هستند، تسلیمن اینها را از تیگنت های پاک آفرید و اونها را که میدونست اینها به اختیار خودشون ظالمند و ستمگرند و ضد ولایت اهل بیتند از تینت های کثیف و آلوده آفرید و خبیث و کان ما احب ان خلق و کان ما احب ان و من طینت الجنه و آنچه که خدای تبارک و تعالی خواست این بود که خلق کرد چیزی را و کسی و گروه هایی را از تینت بهشت و خلق ما ابغدم ما و افرادی رو که خدا دشمن داشت که میدونست اینها کافر و مشرک و منافقند از تینت های آفرید که اون رو دشمن دارد و پلید است و کان ما ابغزه ان خلقه من تینت نار و باز یه مقدار و یه افرادی و مواردی بود که خدا آنچرا که مبغوز داشت خلقش کرد از تینت دوزخ و آتش جهنم ثم بعثهم فی الظلال بعد اینها را در زلال و سایه ها و اشباحی مبعوث فرمود و آماده و ظاهر کرد فقلت و ایو این از الظلال گفتم زلال چیه سایه ها چیه به چه حالتی بودند که میگیم به صورت سایه ها و در حالت سایه و شبه اینا رو خدا حاضر کرد قال علم تر الى ظل کف الشمس شیعون ولیس به حضرت هم بودن آیا نمیبینی سایه در مقابل خورشید یه چیزی هست که مثل سنگ و چوب و اینها نیست که بخوای بری یک جسم کثیفی باشه ورد بری مثلا توی ترازو بذاری وزنش کنی ولی علی حال یک محلی هست که این مقدار از مکان به یک امر لطیفی یک هوای بدون نوری یک هوای تاریکی در اونجا شکل تو و شمایل تو مجسم شده است خداوند تبارک و تعالی قبل از این که ما به صورت گوشت و پوست و خون و روح و بدنی که داریم در دنیا ظاهر بشویم ما را به صورت موجودات لطیفی مثل یک مثلا هوایی مقداری از هوا که شکل و شبح ما را به صورت لطیفی از جسم ما موجود بوده است خدای تبارک و تعالی در آنجا ظاهر کرده لذا هم یک هوای لطیفی است و هم اون وجودی مانند گوشت و پوست و خون اینها درش سقیل و اینها وجود نداره ثم بعث الله فيهم النبيين يدعونهم الى الاغرار بالله وهو قوله ولا ان سالتم من خلقهم لا الله بعد در اونجا خدا پیامبران را فرستاد که اینا رو دعوت کردند به اقرار به خدا در مقدم همه رسول الله صلی الله علیه و آله تمام را حتی انبیا را دعوت کردند به اقرار به خدای تبارک و تعالی و انبیا هم امتهای خودشون رو چه بسا دعوت کرده باشند و دعوت میکنند اونجا مردم را به اقرار به خدا و این که خدا میفرماید ولا ان سالت من خلقهم لا الله لذا خدا میگه اگر ازشون بپرسی که کی شما رو خلق کرده اینها میگن خدا ما رو خلق کرده نمیتونن بگن خودمون خودمون, خودمون رو خلق کردیم با عقلشون جور در نمیاد نمیتونن بگن یه نفر دیگه منو خلق کرده مثل خودم چون او هم نیاده به خالق داره موجودات دارای شکل و صورت و اجزا که نمیتونن خالق همدیگر باشند این معرفت را خداوند تبارک و تعالی در عالم زر هم داده است و عقلها را در اونجا زنده کرده است به اینکه خالق شما کیه و آنها گفتند خالق ما خداست ثم دعاهم الى ولایتنا بعد اینها را دعوت فرمود به امر ولایت ما اهل بید علیه مسلم از پیام گرفته تا بقیه معصومین فاقر به ها والله من احب و انکرها من ابغز اونجا بود که اقرار کردند به امر ولایت پیامبر و امامان معصوم علیه مسلم هر کس که خدا او را دوست داشت که امر ولایت را دوست داشت اهل پذیرش بود اهل تسلیم بود قلب صاف و پاکی داشت و انکرا من و اونجا بود که انکار کردن اون کسانی که خدا اونها رو دشمن می داشت به خاطر اینکه دنبال جبت و تاقوت بودند و تسلیم در مقابل خدا نبودند و قلب صاف و پاکی نداشتند و قلب منافقانه ای داشتند و اعمال منافقانه داشتند و زیر بار خدا نرفتند و هو قوله فما کانو لیؤمنو به ما کذبو بهی من قبل لذا خدا میفرماید اینهایی که تو دعوتشون میکنی به امر ولایت و زیر بار نمیرن اینا ایمان نمیارن اون چیزی را که قبلا هم نپذیرفتند اند اینجا ایمان نمیارن اینها در عالم دیگری قبل از این عالم هم انکار ولایت کردن اونجا هم وقتی که خدا گفت الاه تو برب پروردگار شما نیستم گفتند بلا چرا و گفتند خب حالا آیا پیغمبر و علی امام شما نیستند گفتند چرا ولی در باطنشون منافقین نپذیرفتند منافقانی که در عالم زر ولایت علی را نپذیرفتند در اینجا هم خدا میفهمد فما کانو لیؤمنو اینجور نیست که ایمان بیارند به چیزی که قبلا هم تکذیب کرده اند اون نفاقی را که در عالم زر داشتن در اینجا هم دارند چیه ادامه میدهند البته نه اینکه راه بسته باشه کسانی <تصحيح> که <كسانی> در عالم زر ایمان آورده <ان> در اینجا هم به اون ایمان و میثاق خودشون پای ولی کسانی که در اونجا <زر> ایمان نیاوردند <ان> در اینجا هم غالبا همون راه رو ادامه میدن در این حال که میتونن و بسیاری از اینها در این عالم توبه می کنند و خدا توبه را می پذیره. حتی کسی که در عالم زر ولایت را نپذیرفته در اینجا به پذیره خدا قبول میکنه ازش تا آخرین لحظاتی که مرگ را به چشم ندیده باشند خدا از کافران و فاسقان و مشرکان و منافقان ایمانشون رو میپذیره ثم قال ابو جعفر علیه السلام کان و بعد امام باقر علیه السلام فرمودن این تکذیب این نفاق این شرک این کفر این که ولایت ما را نمیپذیرند در اونجا هم نپذیرفتند و این براشون سابقه داره و این امریک در اینجا بهشون عرضه میشه و مختارند بپذیرند در اونجا هم مختار بودند و نپذیرفتند اینجا هم منافقان نمیپذیرند و البته اگر کسی بپذیره عرض کردیم که خدای تبارک و تعالی از او میپذیره حدیث سوم ان شاء الله بعدن و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین یوم الدین اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد